سلام به همه عزیزان، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. یه سوال و یه نکته مهمی که در رابطه بحث خرید موبایل چه آکمن و چه کار کرده توی دبی، بازار دبی هست، بحث فاکتور و فاکتور نویسی. یعنی شما وقتی میخوای یه گوشی خریداری کنی، مهم اینه که یه دونه فاکتور درست و درمون و درست حسابی داشته باشی. حالا برای اینکه این نکته رو خیلی دقیق‌تر در رابطش بدونیم، آقا عبدالله بر فرض مثال این الان یه دونه آیفون 13 معمولی هستش، میخواد این رو به قولی فاکتورش رو به ما توضیح بده. آقا پدرام، الان گوشی که شما میخواین تو دبی خرید داشته باشین، یه جلوتر ذکر کنیم، توجه کنیم که فاکتوری که وقتی ازش خرید میکنین اسم مغازه و اسم شرکت بالاش باشه. الان نگاه کنین، اسم مغازه ما نجمت الشباب هست و اسم فروشنده ها هم باید داخل ثبت باشه، آدرس مغازه اینا همش توش باشه. و اینکه وقتی هم میخواین فاکتور رو بنویسیم، مثلا اول میایم گوشی رو اینجا مینویسیم، مثلا آیفون 13 512 با سریالش هم اینجا تو فاکتور بنویسیم که فردا اگه احیانا سریال و آیمیاشو بنویسیم تو فاکتور که فردا احیانا اگه مشکلی داشت رو همون فاکتور میتونن بگن آقا این گوشی رو از کجا خریدن و بتونن پاسخگو باشن. بعد پایینش مهر و بیا جلو لطفا زکریا جون، مهر مغازه که تاریخ هم بر طبق همون روز خورده و امضا و قیمت. خب پس یه فاکتور درست باید این شرایط رو داشته باشه. اگر شما میرید خرید میکنید، آقا عبدالله مثلا من رفتم یه جا یه مغازه موبایل فروشی تو دبی برای مثال، میگم آقا اینو من چقدر، مثلا میگه فرض مثلا 2000 درهم، خب 2000 درهم میدم ولی فاکتور به من نمیده، یا یه فاکتور الکی میده، نه سربرگی داره نه چیزی. فردا این گوشیش خراب در و اینه چی، من میتونم پیگیر باشم؟ یعنی نگاه کنین، حالا این کارا خیلی دوباره پیش میاد که مثلا یه فاکتوری میارن که اصلا هیچ نه اسمی هیچ توش نمیشه، فقط میرسن گوشی و فلان. و شما گوشی رو که بردین ایران، وقتی مشکلی پیش اومد چیزی شد، پس برین یا اصلا از من نخرید گوشی رو. میگن آقا اگه فاکتور منه که اسم مغازه ما باید توش باشه. درست. و الان باید شما خیلی توجه کنید که اسم مغازه توش باشه و آینه های سریال تو فاکتور خورده باشه. مهر امضا بسیار مهم هست. الان یه سوالی دارم، اگر شما این فاکتور رو داشته باشی با همین داستان، مثلا خدایی نکرده این گوشی به هر دلیلی، مثلا گوشی که فروخته به شما اون چیزی نبوده، حتی یادم مثلا یه زمانه این طرف گوشی نانکتیف میخرید، گوشی رنگش بولد بود، آره، داخل جعبه بلک بود، آره، مشکی بود، این چیزا خیلی هست. آره. بعد این فاکتور رو که داشت، خب مثال میزنم یه فاکتور رسمی مثل همینی که بهتون نشون دادم، این چجوری میتونه پیگیری بکنه؟ خب نگاه کنید، وقتی شما مثلا یه گوشی رو خریدین، همه این مشخصاتی که گفتم رو درج کردین، فردا اومدین و آقا سایر مغازه مسئول نبود، مثلا میگه آقا من این گوشی رو دارم، شما میتونین با همون فاکتوری که دارین، چون سریالتون با گوشی یکیه، میتونین شکایت کنین، بیرین پیش دولت و گوشی رو به پلیس میشه زنگ زن. پلیس و یه شماره پلیس اینجا چند شرطه بهش میگن، شرطه 119 هست، 119 شرطه زنگ زن به یه اداره مخصوص موبایل تجارت و مثلا آره چون شماره چیش بگم من تو پایین ویدیو میذارم. این شماره شما زنگ میزنید وقتی بریم اونجا، اداره اقتصادی بهش میگن. این شما وقتی فاکتور داشته باشین و همه این چیزا داشته باشین، میتونید راحت از مغازه یا شکایت کنیم، یا مثلا میتونین اون خسارات گوشی رو یا این چیز رو ازشون بگیریم. اصلا من فکر میکنم انقدر به خاطر عبدالله، انقدر به خاطر قانونهای سختگیرانه امارات، چون اینا خیلی من دیدم، حالا هندیا، سوریا، این کسایی که هستن تو خود ایرانیامون، مثلا مغازه داره موبایل این شکلی زیر بار که نمیرن، به محض اینکه شما اسم پلیس رو میاری، میگید تلفن نشون میدی، من زنگ میزنم، مثلا طرف دیگه چهار ستون بدنش میلرزه. وقتی پلیس ثابت بشه که داره سر مشتری رو کلا میذاره، این جریمه خیلی سنگین هم بشه، بالا 20000 درهم فقط جریمه. 20000 درهم عدد کمی نیست، 280 میلیون تومان فقط جریمه میخورن، به خاطر همین نمیخوان. پس دوستان عزیز، فاکتور رسمی و یه فاکتور درست حق شماست، نه که لطفه، نه که مثلا چیزی، حق مسلم شماست که شما بتونید قشنگ فاکتور درست حسابی با چیزایی که داره بگیرید و در اصل اگر فرض خدایی نکرده به مشکل برخوردید، میتونید از طریق اسم مغازه خیلی مهمه که فاکتوری که بنویسن با مغازه که داشت خرید میکنین یکی باشه. یعنی فاکتور رو گرفتید، اول برید سردر مغازه رو نگاه کنید، ببینید اصلا یکی هست اسم و سردر. این خیلی مهمه که
که فردا طرف مسئولیتشو قبول کنه. بسیار عالی. آقا سلیمانه از شما ممنونم، لطف کردید. مرسی. خواهش می‌کنم. خدا حافظ.